افغانستان دختری که رتبه اول کنکور رو کسب کرده تبدیل به چهره الهام بخش در سراسر کشور شده و حتی داستان موفقیت او به رسانه های بین المللی کشیده. شمسیه علیزاده که از میان حدود 200,000 شرکت کننده در رده اول قرار گرفته در دانشکده پزشکی کابل پذیرش شده. او 2 سال پیش شماری از همکلاسی هایش را در حمله داعش به یک مرکز آموزشی از دست داد ولی از تلاش باز نایستاد. شمسیه علیزاده همین الان از کابل با ماست. خانم علیزاده خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. دیر وقتی در کابل، در یک سال اخیر روزانه چقدر درس میخوندید؟ تشکر از شما که من رو دعوت کردین و همچنان تشکر از بیننده های عزیزتان. خب در یک سال گذشته که ما آمادگی رو شروع کردم، در اول چون هم مصروفیت های مکتب بود و باید به اونا رسیدگی می شد و هم درس های آمادگی بود که واقعا مهم هستن، و بخاطر من مدت 20 ساعت یا در جریان درس خواندن بودم یا در رفت و آمد یا در مکتب یا در کورس. 20 ساعت در شبانه روز؟ بله. خیلی کم می خوابیدین. کرونا کار شما رو سخت کرده بود یا آسون؟ خب قرنطینه یک موضوعی بود که من خودم به عنوان یک انسان تا هنوز همچین چیز را تجربه نکرده بودم. یک خانه نشینی اجباری و ترس از اینکه آیا زنده بمانی یا نه، و اینکه خب یک اپیدمی بود که تمام جهان با او روبرو بود، نه تنها افغانستان یا نه تنها کشورهای منطقه بلکه کل جهان، و به نوعی یک دست و پاچگی و یک بی‌برنامگی در روند دولت بود و همچنان اینکه آیا وزارت معارف میتونست که امتحان کنکور برگزار بکنه و یا نه. این در هفته های اول خب به عنوان ای که من خودم یک شاگرد کنکور بودم و زحمت کشیده بودم و در همه اوایل که قرار بود که کنکور گرفته شده و من آماده شده بودم، این کمی روی روحی من تاثیر کرده بود. تا مدت 2 هفته 3 هفته ای کمی از من برنامه هایم عقب ماند و به نوعی بر مطلق گرایی بودم و نمیفهمیدم که واقعا سرانجامش چی میشه. ولی بعد از اون طبق همون برنامه هایی که برای ما از طرف مرکز آموزشی گذاشته شده بود و پرسنل واقعا زحمت کشیده بودن، همون رو دنبال کردیم و با توکل به خدا. تحصیل در افغانستان کار آسان نیست. یک بار به آموزشگاه شما حمله شد، 47 نفر از دوستان و همشاگردی های شما کشته شدن. شما البته خوشبختانه اون روز اونجا نبودید. از اونها تحت عنوان شهدای دانایی در افغانستان یاد میشه. در این مدت هیچ وقت احساس ناامیدی یا ترس کردید یا اینکه نتونید ادامه تحصیل بدید؟ خب قطعا این که حمله که به مرکز آموزشی موز شد یک حمله واقعا خطرناک و وحشیانه بود و خیلی از دوستای ما را از اول نمره های مکاتب ما که من بارها از راهله و مدینه لالی یاد کردم که از اول نمره های صنف 12 مکتب ما بودن که او سال من خودم صنف 11 بودم و به صورت مختصر از اونا شناخت داشتم، در او حادثه شهید شدن و از شخصیت هایی بودن که واقعا لایق بودن. خب ترس بگیم نگیم هست در افغانستان، در کشوری که خیلی از مخالفان دولت وجود داره ترس هست، اما از اونجایی که کورس ما یک امنیتی گرفته بودن از هر لحاظ در محوطه داخل کورس ما احساس امنیت میکردیم. خب و ای که به درس مشغول باشی کمتر به موضوعات امنیتی فکر میکنیم. شما گفتید که در جایی در یک مصاحبه طالبان بیان به دولت بپیوندن، اگه اونا قبول نکنن چی فکر میکنید؟ خب من واقعا به پروسه صلح امیدوارم و فکر میکنم که طالبان شاید قبول بکنن. اونا هم از جنگ خسته شدن، اونا هم جز همین سرزمین هستن و امیدوارم که دست از این کارهایی که قبلا کردن بردارن و به عنوان یک افغان زیر چتر جمهوریت افغانستان با توجه و احترام به قانون اساسی افغانستان برن با دولت یک جا بشن. ولی خب ای که بخواهیم که قبول نکنن اینش هنوز معلوم نیست. پدر شما هم در کنار شما هستن، خیلی در رسانه ها به ایشون توجه شده، ایشون کار خیلی سختی رو انجام میدن، کارگر معدن هستند
وقتی که شما برنده شدید و اسم شما به عنوان نفر اول کنکور مطرح شد، ایشون سر کار بودن. من میخواستم یک چند کلمه با ایشون صحبت بکنم. آقای محمد نسیم، چه حسی داشتید وقتی که در محل کارتون متوجه شدید که دختر شما از میان 200,000 نفر نفر اول شده؟ تشکر از شما. واقعا در او هینی که برای ما راپور داده شد، واقعا یک حالت دیگه به ما رخ داد که هیچ نمی فهمیدیم که ما در کدام موقعیت قرار داریم. یک احساسی بسیار دیگه هیجانی داشتیم در او ساعت. آقای محمد نسیم، الان نه تنها در افغانستان بلکه در خیلی از جاهای دنیا در مورد شمسیه حرف میزنن، روزنامه های مشهور دنیا، رسانه ها. فکر میکردید که دختر شما یک روز چنین شهرتی پیدا بکنه، به چنین موفقیتی دست پیدا بکنه؟ بله، ما تا جای مطمئن بودیم به خاطر که یک استعدادی که خداوند برش داده بود دیگه روی زمین استعدادایش، ما با تلاش زحمت های خودش مطمئن بودیم که شاید یا اول یا دوم شوه. بسیار عالی. و بازم سوال آخر رو از خود شمسیه میپرسم. شما در دانشکده پزشکی قبول شدید، میخواید پزشک بشید. این چیزی بود که از اول برنامه ریزی کرده بودید، یا اینکه خب خیلی در ایران در افغانستان گفته میشه که اگر کسی موفق شد حتما باید پزشک بشه یا مثلا مهندس بشه؟ خب بله، این معیارها در جامعه های ما وجود داره که اونایی که موفق هستن معمولا یا دکتر هستن یا به گفته شما مهندس. خب بله، من به این شعارها اعتباری ندادم. من صنف نو یک علاقه خاصی به همین پزشکی یا طب داشتم، خیلی دوست داشتم که یک دکتر شم. یکی از محرک ها و انگیزه های اصلی که من واقعا دوست داشتم یک دکتر شم، نجات جان انسان ها بود و همچنان احترام به انسان ها به عنوان مخلوق خدا، بدون در نظر داشته هیچ گونه تبعیضات یا تفاوت ها. اگر یکی از اعضای طالبان یا یکی از اعضای داعش رو ببینید که در حال مرگ هستند و شما هم یک پزشکید، اونها رو مداوا میکنید؟ خب در جریان از این که 7 سال ما طب میخوانیم، خب واقعا شاید خیلی چیزها رو یاد بگیریم، ولی درمان یک انسان زخمی واقعا وظیفه یک دکتر هست. ممکن در همون لحظه زندگی از او تحول پیدا کنه، تغییر پیدا کنه، اندیشش تغییر پیدا کنه که واقعا انسان برای ای که هم نوع خود را بکشه، برای ای که به هم نوع خودش صدمه برسانه آفریده نشده. به خاطر از این آفریده شده که دست یکی بگیره، یک دردی از یکی دوا بکنه و یک مریضی را شفا بده در حد توانش. و واقعا شاید همون لحظه من زندگی از رو بتونم تغییر بدم، پس چرا که نه حتما. خیلی ممنونم از شمسه علیزاده، نفر اول کنکور سراسری افغانستان از کابل با ما، و همینطور محمد نسیم پدر شمسه علیزاده که از کابل با ما صحبت میکردن. و باید اضافه بکنم که آقای علیزاده شاید ساعاتی هست که از نقطه بسیار دوردست در افغانستان تونستن بعد از چند روز خودشون رو به خانه برسونند و در کنار خانواده باشند و این لحظات شاد رو با دخترشون سپری بکنند.